کرد؟ اون پیشنهادات مربوط به آمایش سرزمین بود. آمایش سرزمین یعنی پخش کردن امکانات روی فلات ایران. یعنی ما چجوری امکانات رو تقسیم کنیم، کجا جاده باشه، کجا راه باشه، کجا پمپ بنزین باشه، کجا کارخونه باشه، کجا مزرعه باشه، کجا صنعت عرض کنم که کاغذ باشه، کجا صنعت الکترونیک باشه. این پخشایش رو بهش میگیم آمایش سرزمین. اونا کار خوبی هم کردن، مثلا گفتن شیراز قطب مخابراتی کشوره، شمال قطب کاغذه. این دشت قزوین طبق مطالعات اونا از کرج تا قزوین که ما میریم باید همش صنایع بسته‌بندی مواد غذایی باشه. برای همین اومدن یک و یک رو بر اساس اون ایجاد کردن. چرا؟ برای اینکه شهریار یه قطب کشاورزی بود، کرج قطب کشاورزی بود، روش رودخونه زده بودیم، ما رودخونه زده بودیم اونجا که یه قطب کشاورزی باشه. خب اونا مطالعهشون نشون داد که 11% ایران مثلا عربله، قابل کشته. بنابراین گفتن خب اینا 11% که قابل کشته دیگه توش آدم نکنید. یعنی همون کاری که الان ما کردیم، یعنی درست توی مثلا کرج که زمینای کشاورزی اصلیمون بوده اومدیم و انسان‌ها رو اونجا گذاشتیم و تیراهن کشیم. در یه حدی هم دستاوردهی داشته دیگه، تا یه حدی اجرا شد اینها، تا یک حدی مثلا خوزستان قطب انرژی بوده. خب اینو من رعایت می‌کردم، یعنی ما با تمام کارخانه‌های نفت و گازمون رو اونجا می‌زدیم، تمام کارخانه‌های برقمون رو بعد اونجا می‌زدیم، چون یه مزیت‌هایی داشتیم، مزیت داشتیم. بعد این جریان خب در ایران سیاسی شد دیگه در دوره بعد از انقلاب، مخصوصاً چون حزبم نداشتیم، هر نماینده محل خودش رو می‌خواست آباد کنه. حزب وقتی باشه خب میگه یک اهداف ملی میذاره، میگه که خیلی خب من در سطح کشور این، ولی وقتی که شما حزبی ندارید، هر نماینده‌ای میخواد حوزه انتخابی خودش رو توسعه بده، کاری نداره به رابطه این حوزه با حوزه‌های دیگه، کاری نداره. ما خیلی موارد اینجوری داشتیم در کشور که او فکر کرده. اصفهانی ها تو اول انقلاب خب قوی بودن تو کابینه، فکر میکردن که هر چقدر صنایع اونجا ببرن دارن به اصفهان کمک میکنن. حالا امروز فهمیدن چه بلایی سرشون اومده. شما کافیست که نگاه کنید به درصد خانومایی که در اصفهان بیماری MS دارن به خاطر آلودگی هوا، اصلا نشون میده که خب یه کاری که فکر میکنن خیلی مثبته. بازی شهرها مثلا بر مبانی بچگانه ای بوده که مثلا فرض کنین رفسنجان با کرمان رقابت میکنن که بزرگتر بشه، فکر میکنن که شهر بزرگتر بشه مثبت. سمنان ما رقابت میکرد، در نور یه دوره ای مثلا هی توسعه دادن، اصلا کل جنگل رو تخریب کرد. این آخر آقای مشایی رامسر رو داغون کرد، یه اجازه دادن، فکر کردن که مثلا ساخته شدن این ساختمان رو کمک میکنه. نرفتن روی مزیت ها کار کنن، درست تعریف کنن. و این اون چیزیست که باید صورت بگیره الان و باید توانش و ظرفیتش تو کشور با نظام موجود باشه که ما یک آمایش سرزمین مجددی انجام بدیم، جایی که اشتباه کردیم درستش کنیم. به ویژه که الان کامپیوتر این اجازه رو میده. شما الان تو ساختمان نرم افزار جدیدی که اومده اینجوریه که جزئی ترین مسئله رو به این چه مربع شما طراحی میکنی، از کجا مثلا فرض کنین لولاتون بگذره، از کجا. این امکان در سطح کشور هم فراهمه، یعنی ما میتونیم در سطح کشور بگیم چی باید کجا باشه. حتی چیزایی مثل همین که مثلا پمپ بنزین هم کجا باشه میتونیم بگیم، به خاطر امکاناتی که امروز تکنولوژی به ما داده. بنابراین آمایش سرزمین رو باید هرچی بگیم. چرا نمی کنیم؟ میدونم باید بکنیم، مطالعه سنگینیه ولی باید انجام بدیم. ایران به هر حال طبق تعریف هایی که الان دارم میگن کشوری در حال توسعه است. اینکه ایمرجینگ مارکت باشه، یعنی الان تقسیم بندی ها اینه دیگه، شما توسعه یافته ای، در حال توسعه ای، یا اصلا عقب افتاده ای. ما حالا عقب افتاده به اون معنی نیست، توسعه در حال توسعه ای، یا اینکه به یه مرحله میرسید که ایمرجینگید، یعنی دارید از تو اون توسعه ها دارید یه ذره امکان دسترسیتون به توسعه یافتگی بیشتره. مثلا الان بعضی از کشورها رو تو این گروه قرار میدن. بعدم توسعه یافته که حالا اونم خودش مراحلی داره دیگه. طبعا توسعه یافتگی کره با توسعه یافتگی اروپای شمالی یکی نیست. بنابراین ما اون دومی هستیم، ما کشوری در حال توسعه هستیم.
یه ذره باید اون عده‌ای که الان دارن تصمیم میگیرن در مورد کشور نمایندگی 5-6% از جمعیت، 10% جمعیت دارن، یعنی حتی نمیگم طرفداران نظام 10% حتما بیشترن، ولی منظورم اونهایی که دارن این خط رو نمایندگی میکنن و پیش میبرن. خب این خط ها در کشورهای دیگه هم وجود داره، اما اونها حاکمیت اینجوری ندارن که حاکم بشه اون نظر. همه کشورها 5-10% آدمایی داره که ممکنه این نوع اندیشه رو داشته باشن، که یه ذره باید بازتر کنیم جامعه رو. بالاخره زمان آقای خاتمی تمام آمارا نشون میده خب بهتر، و ما اگر اون نرخ رشد 5.5-6% میگرفتیم، حداقل درآمد سرانمون امروز اگه با همون شتاب میومدیم چه محاسبه ساده ای 3 برابر بود. خب خیلیه که مردم ایران 3 برابر الان این رو. خب آقای خاتمی، زمان آقای خاتمی مثلا اسلام در خطر بوده، واقعا مثلا دین در خطر بوده. خب نبوده به نظر من، اینه که بعد یه ذره جامعه بازتر بشه، یعنی حاکمان باید یه کمی حرف خودشون رو در این با این گستردگی نبرن، بالاخره نتیجه یاد بگیرن که جامعه آمادگی حرفای اونا رو نداره. حالا اگه بخوام خیلی مثلا محدود بگم، به نظرم اینه دیگه، من به اینم راضی هستم اون بتونیم به اون معیارها برگردیم. بالاخره یه معیارهایی بوده که نتیجه گرفتیم در سینما، نتیجه گرفتیم در هنر، نتیجه گرفتیم در دانشگاهمون، نتیجه گرفتیم خارج از خارج می اومدن داخل ایران، سرمایه گذاریایی می اومد، نرخ رشدی ایجاد شد. شما در واقع وقتی نگاه میکنید به رفاه جامعه ایران 84، درسته که تا 86 هم میاد، چون اون آثار 84 بوده و بعد هم مسئله پول نفتی که دست آقای احمدی نژاد رسیدن بودش. مثلا 86 هم نگاه کنید خیلی کامپیوتر عوض کردن، خونه عوض کردن، ماشین عوض کردن، ولی از 88 ما داریم پایین میریم، به طور مطلق پایین میریم. یعنی هیچ آماری نیست که از 88 بگیم ما یه جایی پیشرفتی داشتیم. خب این یه به قدر کافی داره خودش به اصطلاح دیتاست، به قدر کافی اطلاعات برای تصمیم گیری. شما اگر که تولید خانوار، سرانه خانوار نسبت به 86 در روستا شده 1/3، خب این خودی دیتاست دیگه. چه دیتایی بهتر از این میخواییم که تصمیم بگیریم؟ خب پس باید شیوه رو عوض کنیم.